بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب قربان. سلامت باشید، خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقا من موسوی هستم از سوسنگر مزاحمت میشم. آقای موسوی بفرمایید برادر عزیز، در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اگر مطلبی دارید میشنویم. شبکه وصال حق، آقا شبکه وصال حق، بفرمایید. بله خسته نباشید، خدا قوت. سلامت باشید، زنده باشید، تشکر از شما. من تشکر میکنم از برنامه بسیار بسیار سازنده و مفیدتون. بنده شیعه هستم آقا. بفرمایید برادر عزیز. ولی مدام از برنامه شما، از برنامه نور و برنامه توحید من پیگیری میکنم مرتب. از شما متشکرم که سعی میکنید همیشه حقایق را بیان بکنید. من مرتب با بدون اینکه امکان شیعه هستم، من تا به حال هیچ نت خدای نکرده توهینی نه اهانتی شنیدم نسبت به اهل تشیع از سوی شما. همیشه نام امامان را با احترام بردید، نام را با احترام ذکر کردید، خدایتون بده، و همیشه هم با دلیل و مدرک صحبت کردید. هیچ را دروغ یا مثلا خدای نکرده تهمت و افترایی در برنامهتون من مشاهده نکردم. برنامه هاتون بسیار بسیار سازنده است. من مرتب حتی بچه 4 ساله دارم که مرتب شیخ رحیمی، حاج آقا پردل، دکتر زهرعلی، دکتر ملازاده، دکتر ملایی، خیلی بسیار باید که سنش کمه، خیلی خودش میاد از برنامه هاشون، از سخنرانی هاشون، از حالیتشون. بنده جای تشکر داره اینجا که از شما. آقای موسوی برادر بزرگوار، ما دست شما رو میفشاریم. ای کاش همه مثل شما فکر میکردن. ما با شماها هیچ مشکلی نداریم، شیعیانی مثل شما برادران ما هستند و ما میدونید که در دین ما تقیه و درویی هم نیست. یعنی ما الان این حرفی که من دارم میزنم حرف دل ماست. بله منتا یک سری مطالبی هست در کتاب ها، در گفتار بعضی از علما، در بعضی از شبکه های شیعه که بر علیه اصحاب پیامبر، بر علیه امهات المؤمنین گفته میشه که اینها صد راء دعوت است. ما بارها خواستیم که علمای شیعه، اهل علم شیعه بیان بگن که آقا توهین نکنید، اهانت نکنید، به مقدسات اهل سنت بد نگید، حداقل پیروی از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بکنید که ایشون ادعا میکنید که سکوت کرده. خب شما هم سکوت بکنید.